داده‌های بیشتر برای بررسی. اعداد ارقام تورم امریکا در هفته گذشته فعالان بازار رو شگفت زده کرد. تورم مصرف کننده و تولید کننده هر دو کاهش پیدا کردن تا نگرانی ها رو کاهش بدن و بازارهای سهام رشد کنند. در هفته پیش رو تورم بیشتر از سایر اقتصادهای توسعه یافته و سایر داده اقتصادی خواهیم داشت تا ببینیم چه انتظاراتی از بانک‌های مرکزی در نشست‌های ماه سپتامبر باید داشت. بیایید مهمترین رویدادها و داده‌های هفته پیش رو با من اهورا و آی‌اف‌سی مارکتس مرور کنیم. شماره 1، چین در روز دوشنبه. هفته با داده‌های اقتصادی گسترده از چین آغاز خواهد شد. قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری‌های غیرمعقول، تولیدات صنعتی، خرده فروشی، نرخ بیکاری و کنفرانس مطبوعاتی اداره ملی آمار چین رویدادهایی هستند که باید در هفته پیش رو در روز اول هفته بهشون توجه کنیم. اینها اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقتصادی فعلی چین به ما میدن. رشد اقتصادی چین تا حدودی کند شده و در صورت ادامه این کندی میتونه رشد اقتصاد جهانی رو هم با اختلال روبرو کنه. شماره 2، تورم کانادا. نرخ تورم کانادا در روز سه‌شنبه به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته همچنین به دلیل روابط نزدیک اقتصادی اون با ایالات متحده بسیار مهم خواهد بود. انتظار میره که اقدامات اخیر بانک مرکزی و کاهش قیمت انرژی تورم ماه جولای رو از 8.1% سالانه در ژوئن به 7.6% کاهش بده. اما این تورم همچنان بسیار بالا بوده و به احتمال بیشتر بانک مرکزی به سیاست‌های افزایش نرخ بهره کنونی خودش پایبند خواهد بود. این داده‌ها دلار کانادا رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند داد. شماره 3، رزرو بانک نیوزلند. RBNZ یا همون رزرو بانک نیوزلند جلسه تصمیم گیری نرخ بهره و سیاست‌های پولی خودش رو در روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد. این احتمال وجود داره که بانک مرکزی در نیوزلند به عنوان سومین افزایش متوالی نرخ بهره رو 50 واحد دیگه افزایش بده. این سیاست‌های مورد انتظار کیوی رو در برابر رقبای خودش تقویت خواهد کرد، در حالی که فعالان بازار انتظار دارن که در جلسه بعدی هم 50 واحد دیگه افزایش نرخ بهره رو شاهد باشن. شماره 4، نظرسنجی‌های ZEW. نظرسنجی اوت ZEW قراره که این چهارشنبه منتشر بشه. نظرسنجی ZEW احساسات در مورد وضعیت فعلی اقتصاد آلمان و منطقه یورو و همچنین جایی که مصرف کننده و تولید کننده ها انتظار دارن اقتصاد در 6 ماه آینده در اونجا باشه نشون میده. در حالی که این داده ها در ماهای اخیر در محدوده منفی قرار داشتن، انتظار می شاهد رشد هایی باشیم اما همچنان در محدوده منفی. داده‌های مورد انتظار باید به یورو در برابر نمادهای مقابل اون در طی این هفته کمک کنند، اما برای ایجاد یک موج صعودی کافی نخواهند بود. شماره 5، تورم در بریتانیا. تأثیر جنگ در اوکراین همچنان در اقتصادهای اروپایی گسترده است. علی‌رغم سایر اقتصادهای بزرگ ما انتظار داریم که تورم در ماه جولای همچنان به رشد خودش در بریتانیا ادامه بده، زیرا قیمت انرژی در پی صادرات کمتر از روسیه و ادامه کمبود عرضه در سراسر قاره همچنان در حال افزایشه. انتظارات کلی برای افزایش 9.8% تورم در ماه جولای که از 9.4% ماه جون افزایش پیدا کرده. ما همچنین داده‌های تورم تولید کننده، مواد اولیه و قیمت مسکن رو هم برای بررسی‌های بیشتر خواهیم داشت. داده‌های مورد انتظار تا حدی بر بازارهای سهام لندن فشار وارد خواهند کرد. و در نهایت شماره 6، داده‌های امریکا. مجوزهای ساختمانی و شعبه مسکن در روز سه‌شنبه، خرده فروشی و صورت جلسه فومسی در روز چهارشنبه و شاخص فیلیفه در روز پنجشنبه مهمترین داده‌های قابل بررسی در تحول اقتصادی ایالات متحده هستند، در حالی که برخی از اعضای فومسی هم سخنرانی می‌کنند که قطعاً مهم خواهند بود. در این هفته احساسات بازار بیش از هر چیز دیگری بر قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین باید مراقب باشیم و ببینیم سرمایه‌گذارا چه واکنشی نسبت به داده‌های منتشر شده نشون خواهند داد. با این حال انتظار اجماع اینه که روند صعودی متوقف بشه و داده‌ها قبل از شکل‌گیری هر روند جدیدی بیشتر هضم بشن. سپاس از اینکه تا همراه ما بودید. امیدوارم هفته پیش رو هفته باشه سرشار از موفقیت برای همه شما.